به رغم اینکه سرکرده انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام میکنه که خیزش و درگیری ها در بلوچستان به پایان رسیده، اما خبرهای مردمی میگه که امروز 7 اسفند سپاه پاسداران خامنه‌ای به علت ناتوانی در سرکوب مردم معترض در زاهدان اقدام به تیراندازی به منازل مسکونی مردم کرده که ده ها تن از زنان و کودکان بلوچ زخمی شدند. تیراندازی نیروهای سرکوبگر رژیم به سمت مردم معترض در شهرستان‌های خاش و زاهدان هم همچنان ادامه داره و مردم همچنان در میدان اعتراضات حضور دارند. رژیم آخوندی در وحشت از گسترش قیام با شلیک گلوله از هلیکوپتر و شلیک مستقیم به مردم تلاش میکنه تا به سرکوب مردم ادامه بده. در حدود یک ماه قبل در یک اقدام جنایتکارانه رژیم آخوندی اقدام به تخریب ایدگاه مسجد جامع ایران شهر مربوط به اهل تسنن این شهر کرد که این اقدام ضد مردمی با همدستی نماینده خامنه‌ای در زاهدان و اطلاعات پرید آخوندی در این استان و شهرداری منطقه صورت گرفت که خب با اعتراضات گسترده مردم هم مواجه شد. در همین رابطه در بهمن 5 بهمن گذشته رهبر مقاومت پیامی خطاب به مردم و جوانان دلیر بلوچ صادر کرد که در این قسمت با همون رو میبینیم و میشنویم. مسعود رجوی: درود بر مردم غیور ایران شهر و جوانان شورشگر بلوچ. مرگ و لعنت بر ولی فقیه ارتجا و مأموران سرکوبگر که بر روی مردم بیگناه آتش و رگبار گشودند. سوخت از آن مردم و متعلق به مردم ایران است. دست آخوندها و پاسداران دزد از نابه و دارایی های مردم کوتاه باید گردد. مسجد و مصلا حق مسلم هموطنان اهل سنت در ایران شهر و ایران زمین است. سزای قاتلان مردم و سارقان حاکمیت و منابع و دارایی ملت آتش است. ۲۶ آبان کرج، خیابان درختی. استاندار وحشت زده رژیم در سیستان و بلوچستان که نامش موهبتی هست
صحبت‌های در رابطه با قیام قهرمانانه مردم این خطه کرده که قسمت‌هایی از اون رو برای شما می‌خونم. این موهبتی استاندار رژیم در سیستان و بلوچستان گفته که در کجای دنیا به مقرهای نظامی و دولتی و حکومتی حمله می‌شود و حاکمیت اجازه می‌دهد تیری شلیک نشود. حمله به فرمانداری و بخشداری سراوان در هر کجای دنیا رخ داده بود، بسیاری از انسان‌ها کشته می‌شدند. بعد همین موهبتی ادامه می‌ده که کسانی که آن سوی مرزها نشسته‌اند، دشمنان نظام در صدد به خطر انداختن امنیت سیستان و بلوچستان هستند و به خاطر این هدف دست به هر کاری می‌زنند. بعد ادامه می‌ده که در حادثه مرزی سراوان 3 نفر کشته شدند، اما رسانه‌های بیگانه به گونه این موضوع را نشان دادند که انگار یک قتل عام در سراوان اتفاق افتاده. و بعد هم گفته که اخبار رسانه‌های معاند عده‌ای را تحت تأثیر قرار داد و باعث شد دست به تحرکاتی بزنند. اکنون در فضایی هستیم که میان مردم عقلانیت حاکم نیست، بلکه احساسات و هیجان غلبه دارد و باید هوشیار باشیم. بعدم همین موهبتی استاندار رژیم در سیستان و بلوچستان گفته باید جوانان خود را مراقبت کنیم که وارد بازی دشمن نشوند. اگر خدای نکرده اتفاق ناخوشایندی بیفتد، خشک‌تر، اصولگرا و اصلاح طلب و همه مسئولان با هم می‌سوزند. دشمن در حال آتش افروزی است. بله، این قسمت‌هایی از صحبت‌های وحشت‌زده موهبتی استاندار رژیم در سیستان و بلوچستان بود. اجازه بدید که صحنه‌هایی رو ببینیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم. سفاسر جنگل ودی، سفاسر جنگل ودی.
در همبستگی با مردم به پاخواسته شهرهای استان سیستان و بلوچستان، هموطنانمون با اقدامات گوناگون و ارسال پیام‌های صوتی و تصویری همبستگی خودشون رو اعلام کردن. بخشی از اونها رو در این قسمت با هم می‌بینیم. یشاسم بلوچستان سراوان، تسلیت به خانواده های محترم شهیدان راه آزادی. ما از آذربایجان اعلام همبستگی می کنیم با مردمان غیور بلوچستان. سلام به تمامی مبارزان راه آزادی. بنده از تهران به مردم شجاع بچه سراوان این پیام رو میدم که من با شما هستم، تمام ایران با شماست، بلوچستان پاره تن ایران. اینجا پردیس کرج، چهارشنبه ششم اسفند، به حمایت مردم بلوچستان ما بوق می‌زنیم. بوق بدی از سر باشه عزیزم. بله، مرگ بر حکومت آخوندی. سراوان تنها نیست، من از زنجان می جنگم برای آزادی ایران و برای پشتیبانی مردم سراوان. بلوچ تنها نیست، حمایت از قیام مردم سراوان، اعتراضات سراسری، مرگ بر خامنه ای. 6 اسفند 99 زنجان. با درود به تمام مردم ایران، به ویژه هموطنان بلوچم، از استان گیلان حمایت خود را از تمام مردم بلوچ و به ویژه مردم سراوان اعلام می کنم. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر مزدوران بیوطن سپاه که در غرب کوله بران و در شرق سوخت بران را با گلوله و سرب داغ می کشن. مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور. زنده باد ایران متحد و یک پارچه. مرگ بر خامنه ای. مردم بلوچستان شما تنها نیستید، مردم گیلان هم به فکر شما هست. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای. درود بر آزادی خواهان وطن. کمتر از یک ساعت به 6 بعد از ظهر، اینجا خراسان، شهر مشهد. سراوان تنها نیست، بلوچان عزیزمان تنها نیستند، بلوچستان تنها نیست. مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل ولایت فقیه. سراوان تنها نیست، اینجا مشهد است، اینجا مشهد است. سراوان تنها نیست، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل ولایت فقیه. سراوان تنها نیست. بود بر مردم غیور بلوچستان. سراوان تنها نیست، بلوچستان تنها نیست. امروز یک ایران بلوچیم، امروز یک ایران سوخت بریم، امروز یک ایران زخم خورده از رژیم اشغالگری. وظیفه تک تک ماست حمایت از قیام بلوچستان و مردم مظلوم بلوچ. خیزش های مردم ایران در حالی هستش که یک جریان مستمر تهاجم به مراکز رژیم آخوندی در تمامی این سالها و به خصوص از قیام دیماه 96 در تمامی شهرها و از جمله در سیستان و بلوچستان ادامه داشته. جریان مستمر آتش زدن نمادها و مراکز سرکوب رژیم آخوندی که توسط کانونهای شورشی صورت میگیره و راهنمای جوانها برای ایستادن در برابر رژیم آخوندی میشه. همکاران ما گزارشی از برخی فعالیت‌های این کانون‌های شورشی در سال‌های اخیر در بلوچستان رو تهیه کردند که شما رو به دیدن این گزارش مصور دعوت می‌کنیم.
خب بینندگان گرامی، باز هم بشنویم از هموطنانمون در شهرهای مختلف که با مردم به پاخواسته بلوچستان ابراز همبستگی کردند. اینجا استان تهران، شهرستان بهارستان، جاده ساوه. خواهیم ما از جاده ساوه و بچه های سراوان مطمئن باشید ما پشتتون هستیم. این کوه جاده ساوه هیچ موقع مردم مظلوم و تنها نمیذاره. سراوان پاره تن من است. درود به مردم غیور و دلاور سراوان، سیستان و بلوچستان، کردستان، آذری، ترک و مردم میهن پرست ایران. درود بر تمامتون. درود بر شما شیران، شما درود بر شما دلیران و ننگ بر آن سپاهیان و بسیجیان و مزدوران علی خامنه ای که به مردم بیدفاع سراوان جوابشون رو با گوله دادن، گوله تفنگ، کشتنشون، به قتل رسوندنشون. مهر مزدور بر پیشانی شما تا ابد خورد. چه جواب خدا رو میدید؟ چه جواب آن خانواده های داغدار رو میدید؟ کمی بیاندیشید و خود ببینید چه کردید، چه جنایتی مرتکب شدید. اینک میدان مبارزه است، دیگر میدان مبارزه است. یکی بزنید دوتا میخورید. جواب یک گوله دوتا گوله است. هم رزبانم در نیروهای مسلح، اینک از شما تقاضا دارم و دعوت میکنم به این جنبش مردمی در کنار دیگر همکاران من بپیوندید. درود بر شما. درود بر دوستان. ما مردم فارس اعلام حمایت از مردم مظلوم سیستان و بلوچستان میکنیم و آماده قیام سراسری هستیم. قیام آبان ادامه دارد. مرگ بر خامنه ای. شیراز یه خیابون عادی، سراوان تنها نیست، بلوچ ها تنها نیستن، برادرای ما آبان تنها نیست. شیراز بلوچ ها تنها نیستن. طی این چند روزی که ما شاهد قیام قهرمانانه مردم بلوچستان بودیم، ترفندی که رژیم در ابتدا در پیش گرفت این بود که اصلا بالکل منکر این قضیه بشه و اصلا به روی خودش نیاره که چنین وقایعی رخ داده و چنین قیامی
در جریان بوده. اما بعد از اینکه این موضوع در سطح جهانی انعکاس پیدا کرد و همه از اون مطلع شدن و به خصوص بعد از اطلاع رسانی ها و اخباری که سیمای آزادی در این زمینه داد، رژیم دیگه دید که این ترفندش که بالکل قضیه رو منکر بشه و به اصطلاح خط همه چی آرومه رو در پیش بگیره، این خط رو عوض کرد و به سراغ راهکار دومی که همیشه در این گونه موارد در چنته داره رفت و اون هم وارونه جلوه دادن قضیه و دروغ پردازی حول این بود، این موضوع بود و اینکه سوختبران از طرف نیروهای به اصطلاح مسلح در پاکستان بهشون شلیک شده در نقطه صفر مرزی و اینکه یک یا دو نفر هم حالا شاید کشته شده باشن یا کشته شدن. اما کمی که گذشت امواج و طوفان قیام و فیلم هایی که در فضای مجازی از قیام قهرمانانه مردم سراوان و بلوچستان منتشر شد به رژیم امان نداد که باز هم بتونه همین خط رو پیش ببره و به اصطلاح بگه که اینها در مثلا نقطه صفر مرزی توسط ماموران پاکستانی مثلا مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، بلکه مجبور شد که یعنی واقعیت‌ها و فیلم‌هایی که منتشر شد نشون داد که اتفاقا همه وقایع و قیام و سرکوبی که و کشتاری که در جریان بود در عمق خاک میهنمون در سراوان و شهرهای مختلف بلوچستان به وقوع پیوسته و رژیم هم به اصطلاح این ترفندو که در زمان قیام هم قیام سال 96 و 98 هم مدعی شده بود به اصطلاح نتونست این ترفند رو به کار ببره و بگه که کشته ها مربوط میزان بیشترش مربوط به عوامل رژیم بودن. اجازه بده که صحنه هایی رو در این رابطه ببینیم. ظاهرا تجمعشون اونور منجر به تیراندازی از توسط مامورین پاکستانی میشه و هجوم شدت پیدا میکنه و با شکستن دربهای گذر و ایراد خسارت جمعیت وارد میشن و در بین جمعیت یک نفر کشته و چهار نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن در واقع در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود و در واقع جمعیتی لابلای اینها موج سواری میکنن و با ایجاد موج سواری به سمت پاسگاه شمسر حمله ور میشن، موتوری رو از مامورین مستقر در مرز آتیش میزنن، تعدادی از خودرو رو سنگ پرانی میکنن و قصد ورود به داخل پاسگاه رو داشتن. خب مستحضر هستید که به هر حال پاسگاه حریمش بسیار محترم هست و هیچ نیرویی و در واقع اینها نیروهای جانباز جانباخته محافظ مرز هستن و اجازه ندارن که اجازه بدن کسی وارد به ورود پاسگاه بشه. پاسگاه حریم و ناموس مامور هست. به دلیل در واقع هجوم به سمت پاسگاه مجبور به تیراندازی میشن و تعدادی مجروح میشن. خب این مجروحین جمعیت متفرق میشن، اونهایی که در واقع قصد تخطی داشتن متفرق میشن، مجروحین منتقل میشن به بیمارستان و متاسفانه یک نفر هم در بیمارستان فوت میشه. حالا این در حال بررسیه که آیا این فوت دوم هم ناشی از در واقع اتفاقات و تیراندازی در داخل خاک پاکستان بود یا نه، در حال بررسی است و تقریبا موضوع فضای مجازی این موضوع رو دست میگیرن و تحریک میکنن مردم رو برای تجمع در شهرستان سراوان. ظاهرن در مورخ 6/12/99 در پی فضاسازی رسانه‌های بیگانه عناصر گروه‌های شرور به بهانه حمایت از کشته‌های جعلی پاسگاه شمسر سراوان با سلاح‌های مختلف از جمله سلاح‌های سبک و نارنجک انداز به قصد تصرف پاسگاه‌های کورین و قلبید حمله کردند که رزمندگان جانمرکف نیروی انتظامی ضمن هوشیاری متقابلاً با آتش پاسخ سختی به آنها دادند و این عناصر خود فروخته ضمن اینکه به مقاصد شوم خودشون نرسیدن از منطقه نیز متواری شدند. در این حادثه متاسفانه یکی از نیروهای جانمرکف ناجا به درجه رفیع شهادت نائل در مورخ 6/12/99 در پی... بله. اما وقتی که دیدن این دو ترفندی که در پیش گرفتن موفق نبود، به سومین روش و ترفند خودشون روی آوردن و اون هم
به اصطلاح مستندسازی هایی بود که در این رابطه کردن، مثل همون مستندسازی هایشون که همیشه انجام میدن و مدعی شدن که اصلا موضوع این بوده که رژیم قصد داشته که به وضعیت معیشتی مردم به اصطلاح رسیدگی بکنه، طرحی داشته که میخواسته به اون رسیدگی بکنه و به اصطلاح برادران پاسدار این طرح رو میخواستن پیش ببرن که عده‌ای معاند اومدن میز رو دوباره به هم زدن و اجازه ندادن که این طرح کمک به مردم، کمک به معیشت مردم یا همون طرح به اصطلاح رزاق پیش بره، که اجازه بدید تصاویری رو هم حول همین ببینیم. تلاش برای زیر سوال بردن طرح رزاق که قانونی کردن فروش سوخت به جای قاچاق سوخت است توسط این رسانه‌ها، کسب درآمد حاکمیت و سپاه از طریق ایجاد مافیا و قاچاق سوخت و منافع اقتصادی سپاه نامیده می‌شود. شبیه سازی حوادث سراوان به اعتراضات آبان کلیدی ترین بخش تا اعتراضات تداوم پیدا کند. معرفی سپاه به عنوان رقیب اقتصادی مردم بلوچ. بله. به هر حال دیدیم که این ترفند هم که حول به اصطلاح طرح رزاق الان از تلویزیون رژیم دیدیم، در گفتگوی امروزمون با عبدالاحد سعیدی خوب راجبش توضیح داد که این طرح هم که اسمش به اصطلاح طرح رزاق هست چیزی نیست جز اینکه همون لقمنانی که سوختبران در بلوچستان به دست می آوردن اون رو هم ازشون بگیرن و اونها رو به خاک سیاه بنشونن. اجازه بدید که باز هم تصاویر رو با هم ببینیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.